تأکید سران حکومت وحدت ملی بر صلح و دفاع از کشور، استقبال حامد کرزی و برخی از کشورها از طرح صلح حکومت افغانستان، و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو حمله اتمی بر متحدان بین المللیش را حمله بر خاک خود میداند. به نام خدا و با عرض سلام، به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. سران حکومت وحدت ملی میگویند که صلح اولویت حکومت است، اما جنگ و دفاع اکنون وظیفه ایشان است. رئیس جمهور و رئیس اجرایی که در نشست به مناسبت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور سخنرانی میکردند، بار دیگر از طالبان مصالحه خواستند تا به گفتگوهای صلح حاضر شوند، اما در کنار آن به نیروهای امنیتی نیز دستور دادند که برای هر گونه وضعیت آمادگی داشته باشند. از سوی دیگر رئیس اجرایی میگوید که موجودیت نیروهای خارجی تا زمان در افغانستان ضرورت است که افغانستان از لحاظ نظامی خودکفا نشده باشد. اما رئیس امنیت ملی در این نشست میگوید که منابع تجهیز و تمویل گروه‌های تروریستی مشخص است و ادعاهایی که جنگجویان با هلیکوپترها انتقال می‌یابند تنها یک افسانه است. یک روز پس از کنفرانس پروسه کابل در رابطه با صلح و مبارزه با توریسم، رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی بار دیگر از طالبان مصالحه خواستند تا با روند صلح یکجا شوند. سران حکومت وحدت ملی اینجا در نشست به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور میگویند که صلح اولویت آنان است و تلاش هایشان را در این بخش جاری نگه می‌دارند. آنان همچنان می‌افزایند که جنگ و دفاع از کشور اکنون به وظیفه ایشان مبدل شده است و نیروهای افغان باید به هر گونه وضعیت آمادگی کامل داشته باشند. دیو سپینگیری پیس بنده د اقشار و د اقوام و د اعصاب و د مرمن و د طول افغانانو پستازی صبح غگیدم. موگ پا سول بانده ملی اجماع لرو زکه چی یقین لرو چی دا وطن سول تا ضرورت لری او موگ تا دی خدای جلشانو همر ای موگ تک لارد. دا پلان چی ولنده سوه پا دی پلان که دی افغانستان با انشالله تعالی خیری او مقبه پامغ جرد تطبیق او چه دا ضرورت. پیام بسیار واضح که ناشی از خواست مردم افغانستان بود داده شد که ما صلح میخواییم و حاضر به مذاکره و صحبت هستیم. در پهلوی ازی پیام واضح دیگر در روزی که روز نیروهای مسلح ما، اردوی ملی و نیروهای امنیتی ما است، ای است که این پیام به معنای کم شدن آمادگی های شما در دفاع از سرزمین نخواهد بود و نیست. مقام های افغان در این نشست از کمک های همه جانبه نیروهای خارجی با نیروهای افغان در 3 سال گذشته استقبال و بر ادامه آن تاکید کردند. رئیس جمهور میگوید که نیروهای خارجی تا زمانی در افغانستان خواهند ماند که افغانستان از لحاظ نظامی خود کفا شود. حضور نیروهای بین المللی در افغانستان در حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی ما او تا زمان است که قوتهای امنیتی ما انشالله قوتهای امنیتی دفاعی ما روی در حالی که صلح آرزوی ماست جنگ وزت فیلی ماست بدبخت. بنابر یک دقیقه تعلل در مدیریت دفاعی ما باید وجود نداشته باشه. قاطعانه مسممانه به اساس هدایت خداوند جل شانو که وقتی که سرطان حمله میشه از خود دفاع کنین، ما باید آمادگی های خود دوام داده بتانیم. اما رئیس عمومی امنیت ملی در این نشست گفت که تروریستان تمام جهان در افغانستان می جنگد و برای همه روشن است که تمویل و تجهیز این گروه ها در کجا می شود و در کجا پناهگاه های مسون دارند. و ادعاهای کشورهای منطقه را افسانه می خواند که می گویند جنگجویان توسط هلیکوپترها به برخی بخش های افغانستان انتقال داده می شوند.
چگونه گروپ های تروریستی به افغانستان میان، از کجا میان، کی تربیتشان میکنن. ولی اگر به این رقم بگویم که هلیکوپترهایی هستن که تروریست ها از یک جای به جای دیگه میبرن، ما فکر میکنم یک افسانه بیش نیستن و خود با گپ های بی‌مسئولانه نباید به جای برسانیم که ذهنیت عامه مردم خدشه‌دار بسازیم. تاکید رئیس جمهوری بر باقی ماندن نیروهای خارجی در افغانستان در حالی است که پیش از این طالبان مسلط تعیین زمان خروج نیروهای خارجی از کشور را شرط مهم برای آغاز گفتگوهای صلح با آمریکا خواندند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از پیشنهاد گفتگوهای صلح حکومت با طالبان مسلح استقبال کرد. کرزی از طالبان مسلح خواسته است که به عوض آمریکا با حکومت افغانستان گفتگو کنند تا جنگ به خاطر منافع بیگانه ها در کشور پایان یابد. رئیس جمهور غنی در نشست دوم پروسه کابل به طالبان پیشنهاد صلح بدون شرط را پیشکش کرد و از آنان خواست که با روند صلح یک جا شوند. در نشست دوم کابل از سوی حکومت افغانستان گفتگوی صلح بدون کدام پیش شرط به طالبان مسلح پیشنهاد شد و رئیس جمهور از طالبان مسلح خواست تا با روند صلح یک جا شوند. این طرح صلح حکومت با استقبال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مواجه شده است و دفتر وی با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور پیشین از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان و پیشنهاد گفتگوهای رو در رو با تحریک طالبان استقبال و جدا حمایت می‌کند. کرزی میگوید که 40 سال می‌شود افغان‌ها شکار دسیسه‌های دیگرانند و اکنون زمانان فرا رسیده است که با هم متحد شده و کشور و ایران خود را از بدبختی جنگ نجات بدهیم. نزدیک به 40 سال می شود که آتش جنگ در کشور شعله‌ور است و افغان ها شکار دسایس بیگانگان شدند. بر اساس گزارش های سازمان ملل تنها در سال 2017 میلادی بیشتر از 10,000 فرد ملکی تلفات وارد شده است. لازم است تا به هوشیاری کامل در برابر دسایس بیگانه ها متحد شویم و کشور ویران و جنگ زده خود را از بدبختی های جنگ نجات بدهیم. با گفته وی جنگ جاری در کشور جنگ خارجی است، منافع این جنگ به کشورهای دیگر میرسد، اما قربانی هر دو طرف آن را افغان ها میدهند. حامد کرزی همچنان از تحریک طالبان مسلح خواست که به عوض آمریکا با حکومت افغانستان صلح کنند و از طریق صلح بین افغانی به جنگ نقطه پایان بدهند. تحریک طالبان به مذاکرات صلح لبیک بگوید و به عوض آمریکا با حکومت افغانستان گفتگو کند و با یک تصمیم بین افغانی به جنگ منافع خارجی در کشور که قربانی هر دو طرف آن را افغان ها می دهند نقطه پایان بگذارند. رئیس جمهور پیشین بر این باور است که برادری میان افغان ها و صلح دائمی می تواند ادامه جنگ، انفجارها و کشتارها را در کشور به پایان برساند. برخی از کشورها و سازمان های بین المللی از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور از پیشنهادهای حکومت افغانستان برای صلح حمایت میکند و از طالبان مسلح میخواهد تا به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند. پاکستان نیز میگوید که آماده است در این بخش با حکومت افغانستان همکاری کند و انتظار دارد که طالبان نیز در این بخش از خود انعطاف نشان بدهند تا هر دو طرف از طریق یک راه سیاسی به یک نتیجه مطلوب برسند. از سوی دیگر برخی از کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی نیز از این روند حمایت کردند. نشست دوم پروسه صلح که در آن حکومت افغانستان طرح صلح را با جامعه جهانی شریک ساخت، پیشنهادات آشکار را به طالبان مسلح پیشکش کرد که با استقبال برخی از کشورها و سازمانهای بین‌المللی مواجه شده است. پس از این نشست وزارت خارجه آمریکا گفته است که از پیشنهادهای صلح حکومت افغانستان برای روند صلح حمایت می‌کند و انتظار دارد که طالبان نیز خشونت‌ها را پایان داده و به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند. And they held that Kabul conference immediately after or not long. ایالات متحده و جامعه جهانی آمادند تا از هر گونه تلاش برای صلح حمایت کند. ما یک جا با حکومت افغانستان و جامعه جهانی از پیشنهادهای حکومت افغانستان که طالبان را به صلح دعوت کرده است حمایت می‌کنیم. تا این گروه در نظام سیاسی با حکومت افغانستان یک جا شود، طالبان مسئولیت دارند که به خشونت‌ها پایان داده و با حکومت منتخب افغانستان صلح کنند.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که از روند صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند و طالبان نیز باید از طریق گفتگوهای بین‌المللی افغانی با حکومت افغانستان مذاکره کنند. از سوی دیگر پس از این نشست، مشاور امنیت ملی پاکستان در ملاقاتش با سفیر افغانستان در اسلام آباد از طرح حکومت افغانستان برای صلح حمایت کرده است. مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید که کشورش از طرح جدید حکومت افغانستان برای صلح حمایت می‌کند و امیدوار است که طالبان نیز در این بخش انعطاف نشان داده تا هر دو جناح به یک نتیجه مطلوب سیاسی برسند. پاکستان خواهان داشتن روابط صمیمانه با حکومت افغانستان است و مبارزه مشترک هر دو کشور بر ضد تروریسم مهم است. ما از طرح جدید حکومت افغانستان در رابطه با صلح حمایت میکنیم و آماده هستیم که در این بخش با حکومت افغانستان همکاری کنیم و امیدوار هستیم که طالبان نیز در این بخش انعطاف نشان بدهند تا هر دو جناح از طریق یک راه سیاسی به نتیجه مطلوب برسند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا، یونما و برخی از کشورهای دیگر نیز از این طرح و پیشنهادهای حکومت افغانستان استقبال کردند و ابراز امیدواری نمودند که این نشست راه برای صلح باز کند. اما برخی از کشورهای دخیل دیگر و طالبان تا هنوز در این باره موقفشان را روشن نکردند. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت در مراسم تجلیل از روز نیروهای امنیتی تاکید میکنند که نیروهای افغان از هر گونه سیاست دور باشند. رئیس جمهور میگوید که میراث حکومت در برابر نیروهای امنیتی سیاست ملی است، اما رئیس اجرایی تاکید میکند که در داخل نهادهای امنیتی به سطح رهبر جز منافع ملی نباید سیاست دیگر حاکم باشد. رهبران حکومت از کارکرد نیروهای امنیتی در تامین امنیت دومین نشست پروسه کابل ستایش میکنند و تعهد حمایت به نیروهای افغان را میدهند. در همین حال رئیس جمهور غنی تأمین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را از مسئولیت‌های دو سال آینده نیروهای امنیتی افغان عنوان می‌کند. سال جاری سال دشوار برای نیروهای امنیتی به لحاظ امنیتی به شمار می‌رود. در حالی که رئیس جمهور غنی در مراسم تجلیل از 9 اوت روز نیروهای امنیتی در مقر وزارت دفاع ملی میگوید که قوای امنیتی توانستند تا بقای افغانستان را حفظ کنند و حالا پس از گذشت 3 سال تداوم حکومت به هیچ گونه تردید به پیش می رود. رئیس جمهور غنی میگوید که هماهنگی در اجرای حملات مشترک نیروهای افغان چند مراتب افزایش یافته است و اصلاحات سرتاسری است، زیرا میراث حکومت وحدت ملی سیاست ملی است. همزمان با این رئیس اجرایی تاکید میکند که در داخل نهادهای امنیتی به سطح رهبری جز منافع ملی نباید سیاست دیگر حاکم باشد. اصلاحات یک ضرورت سرتاسری است و چیزی را که حکومت وحدت ملی میخواهد باعث میراث خود به جای بگذاره قوای امنیتی و دفاعی کشور است که سیاستش تنها سیاست ملی است. روزی که یونیفرم مقدس پوشیده میشه، هویت های دیگه ما تنها در یک هویت ملی ما به همه و افغان و مسلمان از این خاک دفاع میکنه. فقط تعهد به افغانستان، قانون اساسی کشور و مردم افغانستان و رهبری مشروع افغانستان، اینمی سیاست نیروهای دفاعی امنیتی در داخل صفوفتان باشه. نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی شما در شرایط نهایت دشوار در خدمت وطن و مردم قرار دارند و هر روز قربانی می دهند. از دل جان آنها را حمایت نمایید. به خاطر دفاع، حراست و حفاظت از این سرزمین، از این خاک، از این قلمرو و فقط حمایتشان را می‌خواهیم. از سوی دیگر مسئولان حکومت خود را در حمایت از نیروهای امنیتی افغان یکپارچه و همدست می‌دانند. می‌گویند که اصلاحات در توانایی نیروهای امنیتی اثرگذار است که به موقع به نیازمندی‌های نیروهای افغان رسیدگی صورت گیرد. ما تعهد داریم که از قوای امنیتی و دفاعی تا آخری رمق زندگی خود دفاع خواهد کرد. اصلاحات تأثیر داره در توانایی های نیروهای امنیتی ما. وقتی رسیدگی صورت میگیره به پلیس، به سرباز، به منصوب امنیتی، در سنگر غذایش به موقع میرسه، معاشش به موقع داده میشه، لباسش برش میرسه، مرمی و مهمات برش میرسه، زخمیش در شفاخانه به موقع انتقال پیدا میکنه و مورد تداوی قرار میگیره و رسیدگی به خانواده های شهدا میشه، اینا یک از یک طرف
ادای مسئولیت است، از طرف دیگر مورال نیروهای امنیتی ما را بالا میبرد. رئیس جمهور غنی از کارکرد نیروهای امنیتی در تامین امنیت دومین کنفرانس کابل ستایش میکند. میگوید که نیروهای افغان در دو سال آینده مسئولیت تامین امنیت انتخابات را نیز در پیش دارند. در همین حال معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که افغانستان مجال به جزایر قدرت نمیبیند و استعمال قوا به خاطر حاکمیت قانون تنها به دست نیروهای افغان است. که دستاورد مهم سال 1397 و 1398 برگزاری موفقانه انتخابات شورای ملی و شورای ولایتی و انتخابات ریاست جمهوری خود. افغانستان دیگر مجالی برای ایجاد جزایر جداگانه قدرت نمی بینه. امروز قوای مسلح افغانستان قوای مشروعی هستند که به خاطر تمامیت ارضی و دفاع سرزمین افغانستان کار میکنند. به اساس فرمان رئیس جمهور به مناسبت روز نیروهای افغان برای هر شهید 10,000 افغانی، برای مجروح 5,000 افغانی و 50 مدال شجاعت نیز در نظر گرفته شده است که برخی مدال ها به افسران از سوی رئیس جمهور توزیع شد و به لوی دریستیز اردوی ملی هم رتبه استر جنرالی عطا نمود. مسئولان محلی هلمند میگویند که پس از مواد مخدر، مواد نیز منبع عایداتی مخالفان مسلح را تشکیل میدهد. ولی هلمند میگوید که طالبان مسلح قاچاق سنگ روخان با پاکستان را جاری نگه داشته است، اما میافزاید که آنان کاروان وسایط قاچاق را از هوا هدف قرار میدهند. به گفته وی برای سنگ روخام اولس ولی دیشو پلان امنیتی ساخته شده است و به زودی تحت پوشش امنیتی قرار داده خواهد شد. ولایت هلمند که طالبان مسلح بر بخش‌های بزرگ آن تسلط دارند، پس از مواد مخدر، معادن موجود در این ولایت نیز به منبع مهم عایداتی جنگجویان مسلح مبدل شده است. معادن بزرگ سنگ رخام در ولسوالی دیشی این ولایت وجود دارد که طالبان مسلح از مدت زیاد به این سو این معدن را استخراج و به آن سوی خط دیورند انتقال می‌دهد. ولی هلمند می‌گوید که نیروهای افغان و خارجی در نظر دارند تا پس از مواد مخدر جلوی این منبع عایداتی جنگجویان مسلح را نیز بگیرند. به گفته وی وسایطی که سنگ رخام را به آن سوی خط دیورند انتقال می‌دهند از طریق هوا هدف قرار خواهند گرفت. تاسو معلومه ده چې هم د مخدرات توکو په فابریکو د هغې په کښت او همدارنګه د معدنو د قاچاق د مخنیوي په اړوند باندې جدي مبارزه پیل کړې. په دې وروستیو کې د سرحد شاوخوا د نظامي شورا پرېکړه دا ده چې هلته که چیرې د معدنو نه تیږه قاچاق کیږي باید هغه موټر په نښه شي تر څو د دې مخه ونیولی شي. به گفته وی برای معدن سنگ رخام دوشی پلان امنیتی آماده شده است و این معدن به زودی تحت پوشش امنیتی قرار خواهند گرفت. اوږد مهاله پلان د موږ داده تر څو خپل مرزونه د ډیورنډ خط کنټرول کړو چې د دغې معدنو د غیر فنی او غیر مسلکي استخراج او همدارنګه د قاچاق مخه ونیول شي. این در حالی است که مخالفان مسلح در مناطق تحت حاکمیتشان در بخش‌های مختلف کشور معادن موجود را استخراج و از آن به حیث منابع عایداتیشان استفاده می‌کنند. پاکستان می‌خواهد گمرک تورخم را به پیشاور انتقال بدهد و به همین دلیل راه برای تاجران افغان مسدود شده است. رانندگان وسایط باربری می‌گویند که از چند روز بعد این سو وسایتشون متوقف است و حکومت پاکستان اجازه عبور با آنان را نمی‌دهد، که این مسئله برای آنان مشکلات زیادی ایجاد کرده است. از سوی دیگر مسئولان گمرک تورخم می‌گویند که این مشکل بر سر انتقال گمرک میان حکومت پاکستان و مردم ایجاد شده است که در نتیجه آن راه برای موترهای باربری مسدود شده است. حکومت پاکستان از 3 روز بعد این سو راه تورخم را برای رانندگان افغان بسته است که در نتیجه آن این رانندگان با مشکلات زیاده مواجه شدند. منابع میگویند که حکومت پاکستان میخواهد تا گمرک تورخم را به پیشاور انتقال بدهد، اما باشندگان محل به حکومت اجازه این کار را نمیدهند و به دلیل تظاهرات مردم راه تورخم مسدود شده است. مسئولان گمرک تورخم میگویند که در آن سوی خط میان حکومت پاکستان و باشندگان محل بر سر انتقال گمرک جنجال های ایجاد شده است و به همین دلیل راه مسدود گردیده است. آقوی یا طرف ها بنده کرده خود دوار آقوی بنده کرده زمان دو خانه کن مشکل نشته. دویش دالار تقریبا نینه دره مورزه چه بنده ده خدا مشکل آخوا داره سرها دا آخوا ده پاکستان پیسا که ده او مشکل ده قومون تر منز ده دوی غواری چه مثلا یا تعدادی چه گمرک انتقال شی ده پاکستان جام تا دانور قومون و اینا باید هم دقل دوسی نو مشکل ده آقوی مشکل ده داخلی مشکل ده استی عمل دغه د نور دقیق معلومات مو پکې نه لرم.
رانندگان میگویند که از 3 روز بعد این سو وسایط باربری آنان متوقف شده است و حکومت پاکستان اجازه عبور از تورخم را به آنان نمیدهد. بس وقترم دغه چې دا گیټ خلاص کیو د خلکو مشکل ور سره حل شي کید د هوداه دنیا خلک نشته چې مطلب ټولن جو باندې داسې خلک بکشته چې بیګاتم بیچارهګان رزق ته حیران دي کرینډران ډریوران بیل راپ سرازی تر خیرازی د ناشر راجان خلک ته پراتی کورم څه بیاوزه کی د ورځې کی پراتی وډه کلاری ولاړ دي مشکل ده او دغه د څلور مورزم د چې ولاړ ور گیټ دې سپتن لګي څوګه خوې سر دې څوګ دی خوې سر حالا گیټ بند درې څلور ورځې نه کلا لارې ګال لاندې پراتی کلر کسپیان کلا د سې لاټو کلا پاکستان همیشه برخلاف تمامی اصول علاوه بر راه تورخم، راه اسپین بولدک و راه‌های دیگر را می‌بندد که این مسئله رانندگان وسایط باربری را با مشکلات زیاد مواجه می‌کند. با مسدود شدن این راه‌ها نه تنها رانندگان با مشکلات مواجه می‌شوند، بلکه خسارات هنگفته به تاجران افغان و پاکستانی نیز وارد می‌شود. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می‌گردد، با ما باشید. باز هم خوش آمدید به ادامه خبر از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو حمله اتمی بر متحدان بین المللیش را حمله اتمی بر خاکش میداند و هشدار داده است که کشورش در برابر همچو حمله احتمالی بی پاسخ نخواهند ماند. این اظهارات را رئیس جمهور روسیه در سخنرانیش به مردم این کشور بیان کرده است و از ساخت سلاح‌های مختلف پیشرفته و استراتژیک در سال‌های اخیر از سوی روسیه نیز خبر داد و گفت که یکی از راکت‌های بالستیک جدید آنان را حتی سیستم پیشرفته دفاعی آمریکا نیز خنسا کرده نمی‌تواند. تصویب قوانین داشتن رابطه نزدیک با تایوان از سوی صنایع آمریکا خشم بیجینگ را برانگیخته است. وزارت خارجه چین این قانون را برخلاف پالیسی چین واحد و غیر قانونی خوانده است. چین تایوان را بخش از خاکش و جزیره یاقی می خواند. مقام های چین بارها هشدار دادند که در صورت اعلام استقلال این جزیره را با قدرت نظامی تصرف خواهند کرد. ایالات متحده همچنان فیصله کرده است که سلاح‌های پیشرفته را بر این جزیره به فروش برساند. هزاران تن در کره جنوبی در برابر مون جای این رئیس جمهور این کشور به دلیل موقف نرمش در برابر کره شمالی دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش ها این افراد وابسته به حزب محافظه‌کار این کشور هستند. آنان رئیس جمهور مون جای را متهم می کنند که گویا منافع پیونگ را به منافع کشور و مردمش ترجیح می دهد. این در حالی است که رئیس جمهور کره جنوبی بارها بر حل مشکلات با پیونگ یانگ به عوض راه نظامی از طریق گفتگوها تاکید کرده است. کمک سلاح‌های پیشرفته با کردان سوریه از سوی آمریکا سبب شده است که ترکیه عملیات نظامی را بر ضد آنان در منطقه افرین در نزدیکی سرحدش آغاز کند. شورای امنیت ملی روسیه میگوید که اگر ایالات متحده کردان سوریه را با سلاح‌های پیشرفته تجهیز نمی کرد و با آنان انگیزه جدایی طلبی نمی داد، انقره این عملیات را در منطقه افرین در شمال سوریه راه اندازی نمی کرد. اردوی ترکیه این عملیات را به تاریخ 20 جنوری سال جاری پس از آن آغاز کرد که ایالات متحده پلان ایجاد نیروی 30,000 نفری سرحدی را از ائتلاف مشترک جنگجویان عرب و جنگجویان کرد به نام نیروهای دموکرات سوریه اعلام کرد. و خبر اخیر این که جنجال‌ها بر سر قانون سلاح در آمریکا رو به افزایش است. دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در نشست با اعضای کنگرس از آنان خواسته است تا برای وضع محدودیت بر دسترسی به اسلحه قانون جدید و پیچیده را پیشکش کنند. و در این نشست که به گونه ی زنده نشر می شد، اعضای کنگرس را متهم کرد که از گروه لابی سلاح به نام اتحادیه ملی سلاح هراس دارند. ترامپ پیشنهاد کرده است که برای جلوگیری از رویدادهای مسلحانه باید عمر خریداران اسلحه از 18 به 21 سال بلند رفته و سابقه جرمی آنان باید به گونه جدی بررسی شود. سپاس از همراهیتان به اخبار این ساعت. وقتتان خوش. خداوند نگهدار.